خب آقای اسد، صبحتون بخیر. صبح شنبهتون بخیر. صبح شنبه شما هم بخیر. بعد از 4-5 روز کار رو داریم دوباره شروع میکنیم. آقای تکاور این دوتا پلاستیک رو به عنوان هدیه از طرف شرکت خودشون برای لباسکارهای بچه ها فرستاد. آقا مجید خیلی خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. ممنونیم. باز شود دیده شود. به به. شلوارا چیرکی. به به. عالی. این همین شلواری که پای خودمه، فقط مال من ساده است، مال شما چیرکی. اینا حیفه برای لباسکار بپوشیمش، اینا رو می‌ذاریم برای طبیعت بپوشیمش. تیشرت ها خوشگله، تیشرت ها رو واکن. اینا همه شلواره. اینا همه شلواره. خیلی هم عالی. یک شو باز کن کامه. به به. به، تیشرت یقه دار، ایوان. تکاور رو نگاه کن، روشو. شکار کرده. مستر ون این ور، اون ور کرگدن رو نگاه کن. مستر ون اینجا عالیه. مجید جون دست درد نکنه. به، 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 به. اینجوری کنم که میدونی که با این تیشرت ها حرام رو ماشینای دیگه کار کنی تا وقتی که ماشین من اینجاست. خب سایز های بچه ها رو بده، به من توضیح بده ببینم این شابلون چی شد. مستر ونو داره. خیلی خوشگله، دمت گرم آقا. مبارکتون باشه. عالی. خب و اما بریم سر وقت این شابلون. از اونجایی که آقایون برید شما سایزاتون رو انتخاب کنید بردارید. از اونجایی که این روشویی سرامیکیه، مقطع این طرفش با این طرفش فرق داشت. قناسه. قناسه، دقیقاً زاویه هاش با هم نمیخونه. خیلی سر مدل در آوردنش داستان داشتیم. آخرین چیزی که دیگه به ذهنم رسید، یه راه راحت داشت البته ها، میدادم اینو بیرون برام اپتیکش میکردن، تمام این نقطه‌ای که میخواستم و برام در میآورد. منتها خب این پروسه خیلی زمان میبرد، باید حداقل 4-5 روز التماسشون رو میکردم که اینو بدم برام اپتیکش کنن که اینو در بیارم. اومدم از این فومای ماکت سازی گرفتم و نصفش کردم، اینا هم نصف کردم، نصف اینجا رو در آوردم، نصف این بارم بر اساس خودش در آوردم که در نهایت شد این. جلوش همونه دیگه. آره. این شد مطلب. بریم روی کارم ببینیم انشالله. روی کار الان نداریم. الان باشه، الان کسی متوجهش نمیشه. بعدا که نصب کردیم. آره روی کار. بچه ها میفهمن که چی تو سر ما بود. آره. که این همه سختی کشیدیم برش. خب بریم کنار ماشین بهم بگو ببینم برنامه همون چیه. چون دیوار پوشه سولار رو بگو. پنل خورشیدیمون که رسیده، یه پنل مروکریستال 455 وات خروجیشه. ابعادش هست 2 متر در 1 متر. اینو من بگیرم براتون که خودتون بخونید مشخصاتشو. کنترل شارژ هم که من استفاده میکنم. یه دقیقه ورش میذاری جلوش هم ببینیم. آره. اینا مونو هم هستن. بله. دیگه مونوها تو هوای ابری حتی با نور لامپ مصنوعی، حتی با نور لامپ مصنوعی هم شارژ میکنن. بله. قیمتش چقدره؟ من فاکتورشو ندیدم، فاکتورشو بچه‌ها دیدن. اینا باشه. عرضم به خدمت شما که کنترل شارژ هم که من همیشه استفاده میکنم. این مال ماشین منه؟ نه خیر. این کنترل شارژ وسترن ایتالیایی هم هستش. این کنترل شارژ در واقع یک کنترل شارژ صنعتیه، بیشتر توی نظامی ها و مخابرات از این مدل کنترل شارژ رو استفاده میکنن. قیافش هم که ببینی اصلا خیلی قیافه زمخت هارد صنعتی داره. 24 ولت 12 ولت میتونی بهش ورودی بدی و از اون طرف هم 12 ولت خروجی ازش بگیری. فوق العاده جنس با کیفیت و خوبیه. دست شما درد.
یه دور بزن. برش تیکه نزن الان. خیلی شیک شد. فدای سرت. فدای سرت تکاور هست. دوباره میاریم. روزی یه لحظه لباس واسط میارم. مبارکتون باشه. یه خورده شیکما رو فقط باید بدید تو. من خوبیش اینو جمعش کرد. شیکمو جمع کرد. آقا من چه یه دنیا داشتم کردم. ان شاءالله که همیشه چراغش روشن باشه. برقرار و پیروز باشی رفیق. ولی من هر دو طرفش مستر. ببینم. آقای تکاور متاسفم برات. درستش این بوده. اشکالی نداره. تو هم داداش همی. خب گوش به فرمانیم. عرضم به خدمت شما که دکوره که تا بخواد کار رنگش انجام بشه یه مقدار زمان بر هستش پروسه رنگ. تو این فرصت ما باید بیایم کابین حمام رو تکمیل بکنیم. قرار بود اینجا رو درش رو شیشه ای بکنیم که خب حالا پلن تغییر کرد. این تیکر رو الان ثابتش میکنیم. چرا شیشه نکردیم؟ به خاطر هزینه بالاش. چقدر میشد؟ نزدیک 60 میلیون تومان هزینه این یه در میشد. چه شیشه ای میخواستیم بزنیم؟ شیشه هوشمند ماتشو. بله. بله. آقای طاهرزاده. اینجا میشد 60 میلیون تومان. ما فاکتور گرفتیم. دیگه نگفتیم هزینه الکی بشه. بله. قرار ریلیش بکنیم. الان ما کابین خودشو آب بند کردیم. با کابین خب جانسش پی وی سیه و موقع مونتاژش با چسب پی وی سی مونتاژ میشه و پیچ و در این حال بعد از مونتاژ هم تمام درزا چسب میخوره که دیگه آب بند 100% میشه. برای اینکه حالا اینجوری نمای سفید یک دست نباشه روی این یه همچین متریالی رو به اسم دیوار پوش که اینم باز از جنس پی وی سی هستش ضد آبه و پشتش چسب داره. اینو میایم به سالت کاشیکاری رو کل قیمت اینا چقدره؟ اگر اشتباه نکنم هر تایلش 130-140 تومن هستش. بعد این تیکر رو الان بچه ها ثابتش میکنم و شروع میکنیم داخلش رو در اصطلاح کاشیکاری میکنیم. این کار رو باید بکنیم که بتونیم بعد تجهیزات دیگر رو روش نصب بکنیم. یعنی بیس کارمون باید یک دست بشه بعد دیگه بیایم روشویی، شیرالات، همه اینا رو ببندیم. علت این که الان این کارو میکنیم اینه که چون دکورها نیست ما راحت میتونیم این کابین رو داخل ماشین تکونش بدیم. این کابین وقتی که ساخته میشه اولا داخل ماشین باید بسازیمش. وقتی که دیگه اینجا ساخته شد دیگه به هیچ عنوان نمیتونیم از در بیاریمش بیرون یا ساخته شده نمیتونیم ببریمش داخل خود ماشین. برای همه ماشین ها اینه یا اساسا برای همه ماشین ها همینه؟ چون ما میایم حد اکثر ارتفاعی که به ما راه میده رو برای ارتفاع کابین میگیریم. وقتی ارتفاع دیگه حد اکثر باشه دیگه به هیچ عنوان جای خم کردن پیچش و اینا نداره، مگر اینکه مثلا از ارتفاع 10 سانت کوتاه تر بگیریم که از بیرون بتونیم کابین رو ببریم بذاریم داخل ماشین. بریم بقیه مبلمان که تو اتاق رنگن هم یه توضیح. آره بریم یه سر اتاق رنگن بریم ببینیم اونجا. آره. آقا این تیشرت رو 2 دقیقه نگر میداشتی نگاه کن وضعیت. برای همین نباید رنگ تیره باشه. اینا ببین رنگ دکورها به این صورته که ما خب چون چوب استفاده میکنیم چوب یه بافت خیلی ریزی داره که نفوذ پذیر هستش. توی کارهای چوب ما 3 مرحله سیلر باید بپاشیم. یه بار سیلر میشه بتونه کاری، دوباره سیلر بتونه کاری که تمام اون روزنه هایی که روی چوب هست پر بشه. اونم به این علت که اگر این روزنه ها پر نشه وقتی که شما رنگ رو بزنی اون روزنه ها باعث میشه که رنگ رو بکشه داخل خودش. روی بافت چوبمون دوندونای ریز رو میبینیم. برای همین پروسه رنگ یک کاریه که زمان بر هستش و حتما باید با حوصله انجام بشه. یعنی هر مرحله‌ای که سیلر میزنیم باید بذاریم کاملا خشک خشک بشه تا مرحله بعد رو بخوایم اجرا بکنیم. الان این یه بخشی از دکور هاست که اینجاست، یه بخش دیگه‌ش هم توی اتاق رنگه. این که پوشش دیواره بیرونی ماشینه، دیواره داخلیشه. ما بقیش هم که اینجا تو اتاق مشغول بتونه کاریش هم.
اینم که کشوهای آشپزخونه است. درسته؟ کشوها چرا این بالاهاش خالیه؟ جای قفله. آها. این کشوها از این قسمت یه دونه نما داره. این قسمت خالیه به خاطر اون مغزی قفلی که قراره بره پشت این. 1، 2، 3، 4، 5، 6 تا کشو داری. مرسی آقا. این باکس قسمت کولراست. اون قسمت زیرشه. و دیگه بعد دوستان. تایلای سقف نیومده؟ نه. میاد اونم. این قسمتیه که مال زیر کشو دراورای زیر تخت. زیر تخته. آقا من وسواس دارم و وسواس قرینگی بیچارم نکنی. اونوری پایینه ها. اونوری پایین اومده. نه دیگه چیه؟ لبه های اونها میبینی؟ میره زیره هم؟ نه یه ذره چسبای دورشون، دورش هاش نامرده. من منظورم هی مثلا بچرخونم بهترین حالتی که بندا با هم جور در میاد از دورده. مثلا این الان اینجوری که فشار دادم الان هم بندای اینجوری درست در میاد، هم بندهای این وری. آخه الان ردیف بالایی هم کجه؟ یعنی دستتو ببرم بهت نشون بدم. وسطو بذار، وسط دوتا تایلی که بالا 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 حتی اونم نها کنی کجه. خب ببینی الان به چیز خودشه دیگه، چیده مال خودشه. یعنی وسط تایل دیگه، من اینو مثلا من کارو پیش ندارم. یه کاریش بکن، از اون بالای بالای بکن دوباره بچسب. نه این وسط تایلا رو دیگه من کارش نمیتونم بکنم، چون الان خودش یه تایله دیگه. نه دیگه اون پایین بالاییه مال گوشه دوتا تایله، جایی که دوتا به هم وصل شدن. اینو میتونم آره. اینجا آره. هم یه اتفاق اینجا هم داره میفته. یعنی از بالا اگه یه بار مثلا ببین از این ردیف دومی که چسبوندی کج شده. آره بالایی ها درسته. ببرمش رو روحم. ببینید الان اینجاها درسته. ببینید الان اینجا درسته. یه خورده وسواس بیشتر خرج. آره میدونم. نمیخوام مثلا بگم که الان چون چسب نداشت من شده ده بارم بکنمش میکنم که چون این زیباییش به اینه که حتما بنداش با هم تمیز در بیاد. اگه اینجوری نشه که اصلا زیبایی نخواهد داشت. ما شما رو تنها میذاریم تا با حوصله به کارتون برسید. فعلا خداحافظ. اینم از صندلی‌های جلو. چه تنابی هم بسته روش. بیا بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب. بیا بیا بیا. خوبه. سلام علیکم. خواست سمت کمربندشون چون کنار کنسول میفته. همینجا بذارید فعلا، میخوایم ببندیمش. من از بس که تو نخه ماشینم یه دونه دیدم از این اون زرد مال چیه؟ این سوکت برقشه، برق اصلیشه و این زرد مال ایربگه.
تو خود صندلی ایربگ داره؟ بله صندلی های چیزی بغلاشون ایربگ داره. چجوری باز میشه؟ روی این نمیتونیم ببندیم ایربگش فعال بشه، به خاطر اینکه این ایربگ میره تو دست سیمکشی داشبورد ماشین، رو ECU ماشینه که سنسور جلو ضربه رو تشخیص میده اینو فعال میشه. این فیلتر هوای مال ساعت کنه حلزونیه، هوا رو میزنه میره توی صندلی برای سرد کردن. سرد کن گرم کنش دیگه وصل میکنی؟ سرد کنش رو میتونی وصل بکنی، گرم کنش هم میشه وصل کرد، ولی گرم کنه اینا المنت داخل خود صندلیه، سنسور دما و کنترل دماش روی ECU اصلی خود ماشینه. اینجوری که فعالش میکنی همیشه المنت داغه و این خیلی خطرناکه، چون بیش از حد داغ بشه فومای داخل صندلی رو میسوزونه، تشخیص دما نداره که دیگه بخواد ترموستات کنه قطعش بکنه. یا باید حواست باشه خیلی داغ شد دستی خاموشش بکنی، یا اینکه باید روش مکانیزم ترموستات براش بذاری. این بغل این پروفیل رو بندازیم، این سوراخ رو همین رو حفظ کنیم. از نظر طولی هم فکر کنم کوتاه بیاد. طولی هم کوتاهه، بله طولی کوتاه میاد، باید طولش هم اون پایه جلو رو براش درست کنیم. یه پروفیل این شکلی کم بقید. یه دونه قسمت جلو باید بندازیم که این جلو رو ببندیم. سلام احوال شما. یه دونه باید جلو اضافه بکنیم که اون پایه جلویه بشینه. یه دونه این که میافته روی این باید یه دونه بغل این بندازیم که با این بخوره جلوش. هم ببین اگه که مثلا پروفیل بندازیم با اون سوراخ‌ها یکی میشه که دیگه عالیه، دیگه بیشتر از این چیز نشه، بیرون نزنه. چیو تو در تو؟ نه بیرونش میفته دیگه. ببین اینو شما با این میزون کن، این سوراخو با این میزونش کن، میفته اینجا. این الان باید یه پروفیل اینجا بندازیم که این بشینه توش، قسمت جلوش خیلیه. پس اینو بیاریمش وسط، دو تا پروفیل اینور و اونور بندازیم منطقی تره. یعنی این صندلیه که خوابوندی صندلی راننده نیست؟ نه این مال شاگرده، این صندلی شاگرده، اون یکی میشه مال راننده، چون آپشناش بیشتره دیگه. اون کدوم؟ اون آره دیگه، ولی خب چیز قفل کمربندش این طرفه. این باش، پس پروفیل همین جلو و این ور و اون ور بندازیم. بهتره صندلی رو پشت رو رومیز بذارین، همین باکس رو برگردونین، هر چی بشه قرینش مال اونم همینه، فقط این پایه کج شده، این از حد چیزش اومده پایین تر، اینو باید صافش کنی. با این الان مقایسهش میکنی، این کج شده پایه. حالا ماه شدی. آره. اون وسواسه به درد جفتمون میخوره. من ازت ممنونم. من مخلصم. امیدوارم جبران کنم خوبی تو. الان اون دیواری که داری نصب میکنی 30 تا تایل میگیره. یعنی دیوار پوش اونجا فقط میشه حدوداً 3.5 میلیون، اونم 5 تومن، این یکی هم 3.5 بگیریم. خیلی گرونه کمپر، ولش کن بابا، خونه کاشی میگرفتیم متری 100 تومن. فقط به اندازه اون صفحه HMI که رو ماشین خودم هم هست. شما یه باکس میکنیم که درش باز بشه دیگه. بله در باز شده. این الان نسبت به اونا مثلا اونا 5-6 سال عقب‌تر قرار داره نسبت به کوین یونیت های این.
خب الان زیرشو میخواید مثل چیز بدیم همون پروفیلا یعنی قسمت جلو بله اگه کوچیک باشه قشنگ میشه به نظر بله بله جلوش میخوام همون جوری هم فرم اینا باشه این نمونده بعد عمرشو تقریبا چند بگیم الان عمر کی هستشیم اون عمقش اون پشت اچمایه کلن به 3 سانت هم نیستش ولی خب بخوای 3 سانت بگیری یه چیز باریک بیریخت میشه از این یه مثلا 5 از این یه چیزی مثلا آرشه 5 سانت 6 سانت کوچیکتر بره داخل سلام علیکم یه چیزی اینجا میذارم 4-5 سانتی واسه اون لولوها که بغل بازشو میدازیم اینجوری میبریمش رو به بالا اونو البته بغل بازشو هم میتونه باشه اون راحت تره بغل واشو آره برای برنامه دادن و تیز کردن اصلاحات کرده این الان نمای اون باکس هست یا نمای این بغلته؟ نه نمای کلا اون باکس هست آها. اینجا رو همه گرفتیم نمای بغلش هم گرفتیم نامشون نمیدم چی گرفتیم یا 35 گرفتیم این 5 سال الان کم تره 3-4 سال دیگه هم ازش میدازم ببین الان من اونو که ساختیم خب یه دونه زیرشو بزرگتر بگیریم بعد اونو از همون ارتفاعی که هستش قطع کنیم آره همین کارو بکنیم من گفتم اونو بذاریم کنار یه هیوندای دیگه میاد که اینو نمیخواد اونو واسه یه ماشین دیگه استفاده نه دیگه اونو همونو پایینش رو ما با این عوض میکنیم چون هر کاری بکنی پایینش پهن‌تر از اون میشه ما بالاشو نمیتونیم پهن کنیم من فرقی نمیکنه من فقط پیشنهاد صرفه‌جویانه دادم آره اینا بالای گازو قرارش کشو بدیم بیاد اگه راه داشته باشیم اون همون بالاش همون بمونه به اندازه ارتفاعش از اون ارتفاعش از این قسمت پایین اون بیشتر نشه ها هر چقدر که شد اینو از اون کم میکنم میذارم این فقط اینو در نظر بگی که این قسمت این پشتشو چرخشو باز میکنی این طرف هم اون یارو بس بلکش در میندازی حالت هم پفتش بشه هم دستگیرش که میاد آره این نسبت اون یه پله پیدا میکنه دستگیره پشت هم میشه از اون گردای سیاه بزنی گردای سیاه کدوم آمد؟ گردای که دسته توش میخوابه انگشت میره توش آره پشتی ها رو همه رو از اون بزن آره میشه بزن اینجا سوله بغلی کارگاه رضاست که حکم پارکینگ کمپرها رو داره یعنی اگر خواستید کمپر بگیرید نگران جاش نباشید رضا اینجا ازتون از ماشینتون نگهداری میکنه و البته اینم بگم که هم نگهداری میکنه هر ایرادی داشته باشه برطرف میکنه هم روغن موغنش رو چک میکنن بعد خدمت شما عرض شود میشورنش کارواش شده تمیز آماده مسافرت جاش هم امن 24 ساعت هم نگهبان داره و هزینه‌ش هم مفته به همین سادگی همیشه هم زیر سایه است با توجه به اینکه عرض صندلی‌ها ریلاش با پایه صندلی‌های فابریک ماشین متفاوت بود باید یک وصله‌ای درست بشه که اون پهنا رو جبران بکنه بیاد روی این و خب چون قراره که این صندلی‌ها تودوزی بشه گفتیم قبل از اینکه تودوزیش بشه و خوشگل بشه و ترتمیز بشه بیاد که این کارهای کثیف‌کاری انجام بشه بعد که اینجا دیگه فیکس شد بره واسه تودوزی حالا بهتون نگم که یکی از به نظر من خفن ترین مجموعه خدمات خودرویی داره این صندلی رو درست میکنه حالا ببینم کی وقتش میشه برم اونجا بهتون یه چیزی اصلا باورتون نمیشه اینجا ایران باشه این صندلی‌ها رو اونجا قرار درست کنن امروز کاراشو انجام میدیم بعد که رفت دیگه فقط میاد اینجا دو تا پیچ بسته میشه شایدم این بره اون جایی که گفتم این پشتم که آشپزخونه تقریبا مشخص شده رولا داره یه باکس کوچولو درست میکنه که پنل کنترل تمام قسمت‌های ماشین روی این باکس نصب میشه بالای آشپزخونه اینو میبینید
یه دست نمیشه نشون داد، ولی تموم شدهش یه چیز خفنی بشه. خب یه کالیته رنگ هم آوردن واسه ما که دوشکای تخت و به اضافه روی مبلمان رو از توی اینا انتخاب کنم. نمیدونم من خودم مثلا به این فکر میکنم، یا حتی این باحال‌تره. ما این کمپر ترکیه هم که درست میکردیم، تنها کسی که کارش به چشم ما میومد و سرعت داشت نجارشون بود، اسمش استاد نوزاد بود. و همه فکر میکردن اون مرتیکه‌ای که تو ترکیه پول ما رو خورده این بدبخته. میگفتن تو مگه با این بد نیستی پس چرا اینجوری؟ عروسی دخترش هم یه بار ما رو دعوت کرد. ترکا رسمشون اینه هیچ پذیرایی شام و هیچی ندارن، فقط توی لیوان یک بار مصرف خیار رو نصف کرده بودن، اون نصفه رو چهار قاچ کرده بودن، یه دونه همون لیوان یه بار مصرف هم هویج رو چهار قاچ کرده بودن، روی هر میز برای هر نفر یه دونه قاچ خیار یه دونه قاچ هویج بود. چقدر دلخرجی کرده بودن. خیلی جالبه این اندازه گذاری نه با درش میذاشتن؟ چرا؟ نه گفتم کمک کرده باشم. لباها باید با این میزون باشه. خب باشه نوبت بگیرم. چون این لباها با کفمون یکی بود. خب الان خیلی پایین تر بود ها. یعنی دوباره بگیری خیلی درز بیشتر. نه این نمیاد جلو، نگاه کن. الان من میارمش اینجا، نگاه کن. نمیاد تو. داره خودشو میکشه بالا. متوجه میشی؟ آره. ببین خودشو کشید بالا. در صورت یعنی این لبهای کرب اینجا رو باید بگیری. آفرین. آره. اینا باید این دو تا با اینا لب به لب بشه. اینو به نظر من همینجوری خطشو بکش، باید با سابیدن دیگه ببریمش، دیگه کار اره نیست. فرزه بده من، فرزه بده من بدید اقام. نه، باید بسابیمش همینجوری. چی میست سابی؟ آره، بیا. ببخشید که اینجوری به درد سر انداختمت. بعد یه دونه استیل میگرفتیم میذاشتیم با فرزم سری درش میآوردیم میرفت. باز شد. نه نه درسته. باش باید بگیریم. نره علی داری از کار لذت میبری آقای اسد. خیلی حالت چطوره؟ خدا رو شکر. اینم درش بیا که جای فرز داشته باشیم. یا ولش کن بذار باشه ببینیم چجوری. فقط چیکار کنیم که مسلط باشیم روش؟ چجوری باید تری خواب میخوام بخوابونمش که آره از بالا. البته رو زمینم باشه میشه دیگه. یه دیسک کمر مهمون میشیم دیگه. نازه میشیم مثل من. این زیر کابینت هم بگید رنگ کنن و من بدم میاد. آره اینک بیار شابلون رو یه بار دیگه بده. خطش نبود. نه این وری نیست شابلونه، این وریه.
نگاه که حالا با چه متریالی داره درست میکنه؟ چند بار تو دلت گفتی کاش نمیذاشتم این سینکو بخره؟ اگه یه موقع خدایی نکرده این همه کار کردیم بعد این کاسه از دستمون بیفته بشه بوده همین الان توی این فکر بودم گفتم شابلون اوکی میشه تموم میشه طلاب این میفته از وسط بشه اینجا هم داشتم به همین فکر بودم یه لحظه برگشتم گفتم نکنه بیافته بشگره یعنی هیچی دیگه فاتحه این همه زحمه یعنی رضا اون جمله کذایی میگه بیا ماشینه بردار ببر دیگه هم اینجا پیدا نشه خیلی رفتی پایین یعنی بزرگ گرفتی یه ریل داری میاد بالا اینجا هم جای قفل نمیخوایم که بکنیم درگیر یکی دوتا میاد بالاتر آها که حالا تو دوک بگیریم وزنی که روی میاد فکره تر ریل از بغلش میخوره محکم تر از زیر نمیخوره زیر نمیخوره یکم موقع که میاد کرد لا الان بشکنه اشکالی نداره این تو کار نشکنه دیگه تو کار به من مربوط نیست بله درست عالی میرسه؟ اینجا باید ببندیش یا باید پیچ مولن بزنم نمیچسبه باید میچسبید قانونا دوسته دیگه الان وای میسی هم قشنگ تسلط داریم بهش این باید از این گل پیچا بخوره ولی اینجا اینجا تا اینجا کار چطوری پیش رفته؟ خوبه، عالیه. سخت این قسمت بجز این سینکه دیگه کجا بوده؟ هیچ کجا. همین فقط بده. الان کسی بخواد همین نقشه منو اجرا بکنه. همه وسایلی هم که لازم داره خریداری بشه. بعد بیارن کنار ماشین بچینن. چقدر طول میکشه اینو درست کنن؟ دو ماه و نیم. دو ماه تا دو ماه نه جدی بگو جدی فرض کن مثلا یه هیونده دیگه میخوام الان بیارم قبل از اینکه شروع کنی همه لوازمی که میخوای حتی پیچ و لوازم برقی و چوب و اگه همه چیش آماده باشه یه ماه میدونی امروز چند دومین روزیه که دارید دوماشی من کار میکنی؟ 12 13 13 14 روزه دارید یعنی تو 14 روز کاری آینده این ماشین تموم نمیشه؟ 14 روز کاری وسایلش باشه انشالله انشالله ببین بحث تجهیز تا این مرحلهش خیلی سریع به چشم میاد که چه کارهایی انجام شد و فکر میکنی تموم شد دیگه ولی وقتی وارد ریزه کاری ها و جزئیات میشیم مخصوصا تو تأسیسات اونجا هم کار زیادی میبره هم زمان زیادی میبره ولی تیشرت های قدرتی بهتون دادم دیگه اینا با. میتونید تا 9 شب بدون خستگی کار کنید این قسمت رو که
گاز بیرون بالا نصب میشه، این پایینم جای جعبه آچاره. گاز از اون طرف میاد بیرون، جعبه آچارم این شکلی میاد بیرون، درش باز میشه، میتونی بهش دسترسی داشته باشی. در جفتش هم از پشت بسته میشه و اصلا دید نخواهد داشت، ولی فضای صندوقمون تقریبا مشخص شد دیگه، اینجوری میتونید متوجهش بشید. این باکس پایینو تغییرش دادم به خاطر اون جعبه ابزاری که آورده بودی، که جعبه ابزار کشویی بره داخل این، هر موقع میخوای بیاری بیرون درشو باز کنی ابزار رو برمی‌داری. بالا هم که اجاق گاز دیزل است، این پشتش به صورت بازشو میذاریم برای تعمیر نگهداریش، اون طرف هم که میشه نمای کار. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. این صندلی مینا خانومه، ولی آپشناش خیلی بیشتر از مال منه. قشنگ شد؟ آره به نظرم که خیلی شیک شد. ترکیب رنگ اینا با هم، با این شیر مشکی KWC، یه همچین ترکیب رو داره به ما میده. KWC مگه این وانت های دو دفرانسیل نبود؟ یه خورده باید زاویه رو بده این سمت، اینو حالا این بر این بر اینو بیشتر 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 بیشتر. خوبه، من زاویه سفتش کنم. خب رضا جون چکریم، کارگاه رو تعطیل کردی، داری ما رو به زور از اینجا بیرون میکنی. چرا آقا نظرم تو که نمیری، میگی تا ده شب وایسید اینجا کار کنید. دست شما درد نکنه، خسته نباشید. بریم تا فردا انشالله بریم.